اجازه بدید من. آقای لادن سلام به شما، خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالم که این هفته با ما هستید. من بدون هیچ اتلاف وقتی میکروفون رو در اختیار شما میذارم تا شما هر موردی، تاپیکی، موضوعی، مسائل روزی رو که با دوستان بخواین در میون بذارید، به اصطلاح بتونید این کار رو انجام بدید و سکان این کشتی در دست شماست، ما رو ببرید به ساحل اطلاعات آگاهی. ضمناً یه فیلمی از شما دیروز نگاه میکردم که با تلویزیون دیدگاه آقای کوروش عرفانی داشتید و به خودم امیدوار شدم، دیدم شما صحبتهایی که میکنید، من از صحبتهای قبلی شما چیزهایی یاد گرفتم که اونجا میتونستم به اصطلاح خودم را آزمایش کنم. در صورت ممنونم و دوستان دقت کنید، توجه کنید، در حین برنامه ایشون من وبسایت اندیشکده رو می‌نویسم، ایمیل ایشون رو هم می‌نویسم و فیسبوک ایشون رو هم نشون میدم. اگه خواستید تماس بگیرید از اون سه طریق تماس بگیرید، اگه اشکالی بود با تلویزیون مردم به وسیله تلفن، به وسیله ایمیل، به وسیله فیسبوک تماس بگیرید، ما ترتیب تماس شما رو با آقای لادن میدیم. آقا خوش آمدید، بفرمایید. از سپاس با شما و بینندگان تلویزیون مردم و هممیهنانمون. در مورد کتابخونه، من حاضرم کتابخونه رو در بست براتون بفرستم به این شرط که شروع کنین به خوندن کتاب ها. عجب. و اما در آمریکا رسمه که در پایان سال یک مروری میکنن بر آنچه در طی سال انجام گرفته. ما طی سال گذشته نکات مهمی از فرهنگ میهنمون و تاریخمون رو با هم مرور کردیم و برای روشنگری و مشکل کردن روشنگری و این مشکلات رو بردیم زیر ذره بین که شفافش کنیم. میخوام و این گفتگوهای سال گذشته ما با معرفی کتاب خداسالاری و درماندگی شروع شد. کتاب خداسالاری و درماندگی نزدیک به 5 سال پیش منتشر شد و 4 بخش داره که چارچوب اندیشکده آگاهی و شناخت. این 4 بخش عبارتن از چگونه بودیم، یعنی دیروزمان، چگونه هستیم، امروزمان، چگونه ما شدیم، یعنی چه عواملی ما رو چنین کردن، چگونه می توانیم باشیم، یعنی فردایمان را بسازیم. عنوان دوم گفتگومون بود پرسش چه باید کرد، سوم جهل و خرافات مذهبی، چهارم یا بعدیش واقعیت انکار ناپذیر پرسش چه باید کرد. و همینطوری فقط عنوانها رو با اتون مرور میکنم چون فکر کنم بد نیست آدم بدونه چه گفتیم. بعدیش بود چرا به عقب افتاده ترین قشر جامعه، یعنی ملاها، میگیم عالم. چرا در قرن 21، قرن کامپیوتر و تسخیر فضا، چنین قشری بر ما حاکم هستن. و بود درجات فهم روشنفکری، اتحاد برای براندازی، 106 سال روز مصدق، 4 عامل عقب افتادگی، براندازی و جایگزینی، سیاست اسرائیل در منطقه، آموزش و پرورش، منافع شخصی یا دین و ایمان مردم ایران، حکومت مردم سالار، دشمن داخلی و خارجی، بعد از دموکراسی چگونه از باز تولید استبداد جلوگیری کنیم، به سوی تمدن بزرگ شاه، همه چیزدانی ما، چه نوع کشوری میخواهیم، برای ساختن یک جامعه سالم چه باید کرد، دید و برداشت مهدی بازرگان از انقلاب 57، تیمورتاش، رضاشاه و نقش انگلیس، شعار رضاشاه روحت شاه،
برپایی اندیشکده و بالاخره دو هفته پیش حسین فاطمی را چرا تیرباران کردم. طی این گفتگوها، اینا تیترای گفتگوهایی بود که داشتیم، طی این گفتگوها دیدیم که در 100 سال گذشته ما دو بار انقلاب و یک بار یک نهضت سراسری ملی داشتیم. انقلاب مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب مردمی 57. در هر سه حرکت، ببخشید، در هر سه حرکت نخست پیروز شدیم، ولی کمدانی روشنفکران و مدعیان رهبری، عدم آگاهی و خرافات مذهبی این حرکات رو به انحراف کشوند و ما رو با ناکامی و شکست روبرو کرد. دو بار طی این 100 سال گذشته در میهنمون کودتا انجام شده به وسیله بیگانگان. اولین کودتا توی سال 1299 بود که انگلیس برای اجرای قرارداد تحت الحمایه کردن ایران و تغییرات و تمدید قرارداد نفت، سید ضیاء و رضاخان رو سوار کار کرد. کودتای دوم بیگانگان در میهنمون کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد بود که شاه فراری رو بار دیگر به سلطنت گمارد. هر دو کودتا با یاری مزدوران داخلی و ایرانیان کمدان و گمراه همراه بود و تونست عوامل دست نشانده این خارجی ها، این بیگانگان، تونستن عوامل دست نشانده خودشونو بر ملت ایران سوار کنن. یعنی اگر ایرانیان مزدور و گمراه همراهی نمی کردن، بیگانگان موفق نمی شدن و این در اسناد CIA موجوده. و اما پرونده این 100 ساله نمایانگر این بود که تنها بیگانگان، کمدانان و مزدوران و گمراهان نبودند که ما رو به چنین روزی انداختن. دو تا عامل اصلیش حکومت‌های خداسالار و خودکامه ما بودند و دومیش جامعه عقب مانده روحانیت، که این دو گروه نقش اساسی داشتن در روزی که ما امروز هستیم، در این روزگاری که امروز هستیم. ما همیشه در مقابل سلطنت رعیت بودیم، یعنی حق و حقوقی نداشتیم، و در مقابل مذهبم که امت، یعنی نیاز به قیم و آقا بالا سر داریم. به خاطر این موضوع یا در این راستا سلطنت و روحانیت منظورمونه، اینا برای اینکه بتونن سوار کار باشن با دانش نوین همیشه مبارزه و مخالفت کردن و از سوی دیگر سعی کردن که خرافات و موهومات رو در جامعه جاسازی کنن. یعنی من بهش اشاره میکنم، میگم مشغول گوسفند سازی بودن. و اما اندیشکده آگاهی و شناخت برای مبارزه با حکومت‌های خداسالار و خودکامه و جامعه روحانیت عقب افتاده و خرافاتی و در ضمن برای مقابله با کمدانی و موهومات مذهبی، با باور به ارزش و اعتبار انسان کارش شروع کرد، یا میتونیم بگیم پا به عرصه وجود گذاشت. باور اندیشکده اینه که خردگرایی حکم میکند که امروز در این زمان همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشه. حکومت کشور، قوانین جامعه،
سیستم اقتصادی، آموزش و پرورش، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و پیشرفت انسان باشه. یعنی مردم در درجه نخست باید باشد. و در ضمن اندیشکده باور داره که تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولته و آزادی سخن مهمترین و نخستین وظیفه دولت. حالا میرسیم به یه نتیجه گیری و پاسخ به یک پرسش اساسی و سرنوشت ساز. برای رهایی خودمون و نجات میهنمون چه باید کرد؟ اندیشکده با اتکا به این باور که رهایی مردم و نجات ایران نه در اصلاحات رژیم فقاهتی، نه در رفراندوم عوام فریبانه، نه در دوباره سازی سلطنت، نه در یورش نظامی و نه در ظهور یک قهرمان ملی است. و اینکه آلترناتیوی که مرتب در موردش صحبت میشه یا جایگزینی، نه سلطنت و نه مذهب، بلکه یک حکومت مردم سالاره. یعنی قانونمندیش از مردمه و مسئولیت و پاسخگوییش به مردم. ما اسم این حکومت مردم سالار رو گذاشتیم جمهوری دموکراتیک ایرانی. حالا ببینیم این یعنی چی؟ اولا جمهوری از دید ما یعنی تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولت، این جمهوری. دموکراتیک، ما این جمله رو از ابراهام لینکلن قرض کردیم. ایشون فلسفه سیاسیش این بود که حکومت باید از مردم، به وسیله مردم و برای مردم باشه. این تعریف دموکراسیه. و اما ما یه هدفی به این اضافه کردیم و اون هدف اینه که ما میخواییم در جامعه موقعیت برابر اجتماعی وجود داشته باشه. یعنی همه کاملا در اجتماع مساوی و برابر باشن. و اما گفتیم جمهوری دموکراتیک ایرانی. این ایرانی یعنی چی؟ این واژه ایرانی اینجا برای چیه؟ دو تا دلیل اصلی داره. یکیش این که بذارن اول معنیشو بگم بعد با هم دیگه نگاه کنیم چیه. علتش اینه که ما میخوایم این جمهوری دموکراتیک در چارچوب فرهنگ ایرانی باشه، نه بر ضد فرهنگ ایرانی یا مثل رژیم فقاهتی بخواد فرهنگ ما رو کمرنگ کنه. و گفتیم دو تا دلیل داره. و دلیل دومش اینه که همینطور که میدونین الان یه عده‌ای دارن سینه میزنن که بعضی از استانهای کشور رو با کمک بیگانگان و با پولی که در اختیارشون میزنن از ایران جدا کنن، یعنی جدایی طلب هستن. و ما اینکه آخرش میگیم ایرانی، میگیم جمهوری دموکراتیک ایرانی، اون یعنی ایران یک پارچه، یعنی تمامیت ارضی. و اما در چنین حالتی ما نیاز داریم که یک جبهه مشترک، یعنی در امروز به خاطر اوضاع بحرانی میهنمون، به خاطر گرگهای گرسنه‌ای که منتظرن ببلعن، ما نیاز داریم که یه دونه جبهه مشترک به وجود بیاریم گرد برنامه جایگزینی و دولت موقت. یعنی این میگم گرد برنامه، یعنی ما گرد یک شخص و یک بت، نه گرد یک ایده و یک برنامه بعد این جبهه رو تشکیل بدیم. برای اینکه طی این دوران گذار یه شورای رهبری به وجود میاد که میتونه برنامه جایگزینی رو گام به گام پیاده کنه تا مردم این آمادگی رو داشته باشن که حکومت مورد نظر خودشونو و رئیس جمهور مورد تایید خودشونو انتخاب کنن.
یه مروری بود به آنچه در سال گذشته در گفتگوهامون ارائه شد، به این امید که گام مثبتی بوده در روشنگری. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. وقتی شما گفتید که در آمریکا رسمه که آخر سال برمیگردن و یک نگاهی میکنن به کارهایی که انجام دادن، تو ایران هم یه چیزی میگفتن بیلان سالیانه اگه اشتباه نکنم، ولی سوال من از شما اینه، امروز 14 دسامبره، ما هنوز قرار هست با شما باشیم هم 21 هم 28. به من نگید که قراره یه سفر طولانی برید و از الان داشتید ما رو آماده میکردید. نه، من اتفاقا تلاشم اینه که این هفته که میاد، نه هفته بعدی، در خدمتتون باشم. بله، خیلی ممنون. یعنی آرادی داریم میگین هفته آینده نیستید با ما، نه؟ همینطوره. خب، آقای اکبری از آلمان مینویسن که جناب لادن، متاسفانه مشکل از خودمان است. حتی در یک جمع کوچک سعی میکنیم یک نفر از همان جمع را به مرحله خدایی برسانیم. به صورت سراسری هم نگاه میکنیم، تاریخ نشان داده که خودمان همیشه خالق دیکتاتورها بوده ایم. احتیاج به مثال نیست، شما خودتان بهتر از من میدانید، ما میدانید. در رابطه با اون صحبتهایی که شما کردید، من هم میخواستم همینو بگم که این برنامه ها خوبه وقتی هم گفته میشه، همش به نظر خوب میاد، ولی به پای اجرا که میرسه یه نگاهی به خودمون میندازیم، میبینیم که اونجایی که قرار ما این کارا رو انجام بدیم میبینیم نمیخونه، یعنی یاد نگرفتیم. حالا باز شما هی تاکید میکنید روی فرهنگ ایرانی، ولی توی این فرهنگ ایرانی تو هیچ زمانیش دموکراسی کار نکرده، اصلا تا بوده و نبوده، یه نفر قلدر بوده، یه نفر زورگو بوده، بعد تازه الانم که مردم زیر دست یه حکومت جانی و زورگو و قلدر هستن، تازه میان میگن اون قلدر قبلی بهتر از این بود. و اون ضرور مثل صدر احمد به کفن دوز اولی رو اینجا به اصطلاح آدم میتونه حس کنه. ببخشید، من چون آقای مانتی فاطمی هم از انگلستان اینجا هستن و ایشون دوستی هستن که در رابطه با منفیگرایی من شکایت کردن و یکی از دوستانی هستن که منو سالها میشناسن، نظر شما درباره این که خب مثلا اینجوری باشه، ما تمام معلم‌ها رو باید بگیم اینا منفیگرا بودن، چون هیچ وقت با ما نمیگفتن چند تا کلمه درست نوشتی، همیشه به اون میگفتن دو تا کلمه اشتباه نوشتی، 18، 4 تا کلمه اشتباه نوشتی، 16. یعنی با چی کار کنیم؟ با ول کنیم، دروغ بگیم به دوستان، یا اگه حقیقت رو گفتیم میشیم منفیگرا؟ من اگر نظر خودم رو بگم درباره آقایونی که از ایران، الان خیلی باور دارن اینا نفوذی آخونده هستن که اینجوری قشنگ میان، بچه هاشون هم میان، تا میرسن اینجا یه جایزه 500,000 دلاری هم میدن، بعضی دانشگاه ها بهشون، به بچه هاش، بچه من و شما اینجا باید کار میکرده یا من و شما از بازنشستگی اون با پول برمیداشتیم تا اینا رو بفرستیم دانشگاه، ولی این آقازاده ها دانشگاه ها فول اسکالرشیپ یا بورس تمام هم بهشون میدن. چه کار کنیم ما؟ دست برداریم از این حقیقت گفتن که در نظر جامعه به صورت منفی آمده. همین 2-3 روز پیش یک معلم جوانی بیچاره رفته بود سر یک کلاس، اینجا بهش میگن سبستوت تیچر، معلم های نمیدونم جایگزین میگن، و معمولا معلم جایگزین وقتی میاد تلویزیون برای بچه ها روشن میکنه، داستان میگه، ازشون میپرسه معلمتون چطوره، چون ایام تعطیلات هست راجع به کریسمس صحبت شده و این بنده خدا هم آمده حقیقت رو گفته به بچه ها. و با تعجب توی آمریکا یه معلمی رو به خاطر گفتن حقیقت اخراج کردن. نمیدونم شما داستانش رو شنیدید یا نه، چون این خانم به بچه ها گفته که این داستان کریسمس، یک پیرمرد به این چاقی یک شبه این همه اسباب بازی برای تمام بچه ها درست کنه، بعدم تو خونه هایی که هیچ کس الان دیگه از این اجاقای شومینه نداره، از اون سوراخ سیاه دودکش بیاد پایین، شما براش شیر میذاری اینها، و مادر و پدرها هی باید به بچه‌هاشون دروغ بگن.
بالاخره شما به من بگید آقای لادن من چه کار کنم، منفی گرایی و این خودکار قرمز رو کنار بذارم و شروع کنم به تملق و دروغ گفتن، یا اینکه همین کار رو ادامه بدم؟ بفرمایید. اجازه بدید که از اولین کامنت که به وسیله آقای اکبری بود آغاز کنیم، که ایشون اشاره کردن به اینی که ما بت‌ساز و بت‌پرست هستیم. البته این واژه رو به کار نبردن، ولی هدفشون، منظورشون این بود. اولا به نظر من یکی از کتاب خداسالاری تایید میکنه گفته جناب اکبری رو، و اگر شما اگر هنوز از کتاب خداسالاری دارین، شاید یک جلدش رو باید در اختیار آقای اکبری گذاشت. و من خودم باور دارم که یکی از کمبودهای فرهنگی ما، و البته در ضمن کمبود شخصیت یا ضعف شخصیت، که ما همیشه دنبال قهرمان پروری و بت‌سازی هستیم. شما بعد اشاره کردین به نقش خود ما و اینکه ما هیچ وقت دموکراسی نداشتیم، همیشه دنبال قلدر و زورگو بودیم، و حتی میگیم زورگوی ای کاش زورگوی قبلی میومد، قلدر قبلی میومد. و حرف شما کاملا درسته که ما دموکراسی نداشتیم. علتش اینه که اصلا سیستم هامون و فرهنگمون و مذهبمون، مذهبای همیشه خداسالار بوده. این یادمون باشه خداسالار یکی از عوامل جنبیش اینه که مرد سالاری به وجود میاره، یعنی بر این که بتونه خداسالاری رو در جامعه بقبولونه، نصف جامعه رو بهش میگه که شما از نصف دیگه که زن هستن برتری، شما میاد نصف جامعه رو سوار اون نصف دیگه میکنه. اینطوری خداسالاری مرد سالاری رو به وجود میاره، مرد سالاری پدر سالاری رو به وجود میاره، که همه ما میدونیم که تو خانوادهمون پدر همه کاره بود. حالا چیزای استثنا وجود داره، ولی منظورم اینه که زور در جامعه مقبولیت پیدا میکنه. و اما رسیدیم به آقای فاطمی فرمودین فکر کنم، که ایشون به شما چون حقایق رو بیان میکنین میگن منفیگرا. ببینین یک خط، یک مرز بسیار بسیار نازکی وجود داره بین منفیگری و حقیقت گفتن یا ایراد گرفتن. اینی که همه مل ما منفی باف بودن من نمیپذیرم. ملم میمد درس میداد، میاموخت، و به قول شما غلط ما رو میگرفت، میگفت دو غلط 18. ولی این که اشتباهات ما رو به ما نشون میداد، من فکر میکنم بعد بهش گفت منفی گری یا منفی بافی. و امیدوارم که ما از معلمامون نیاموخته باشیم که چون دارن ایراد میگیرن منفی باف بودن. نه، باید اتفاقا من معتقدم که ما در فرهنگمون از حقایق گریزان و از واقعیت‌ها دوری می‌کنیم. یعنی باید حقایق و واقعیت‌ها رو پذیرو. برای مثال یه گریز بزنیم به صحرای کربلا. این کسانی که سینه می‌زنن پشت رضا پهلوی، اگر می‌دونستن که پدر بزرگ ایشون نوکر و عامل انگلیس بود، اگر میدونستن که باباشو چجوری به سلطنت رسوندن در مقابل امضای یک دونه قرارداد سه‌ماده‌ای سرسپردگی، دیگه نمیرفتن دنبال نوکر بیگانه سینه بزنن و بخوان دوباره سازی کنن. وقتی اینو میگم میدونم که سلطنت طلبا اوناشون جوش میاد و میخوان شارعه منو بزنن، ولی من در ضمن با کمال شهامت میگم که اگر کارهای مثبتی در زمان رضا شاه بوده، من میگم، اقرار میکنم، بیان میکنم، پشتیبانی میکنم، همینطور در دوران محمد رضا شاه. ولی اگه فقط به اون چیزا نگاه کنیم، من به شما قول میدم 50 سال دیگه یه عده شروع میکنن تعریف کردن از همین جانوران امروز که دارن خون مردم رو تو
شیشه میکنن، همه چی رو دارن چپاول میکنن، میگن خدا پدر مادرشون بیا چقدر جاده ساختن و از ما در اونجوری چجوری بود. چون ما یه نفر یه واژه‌ای رو به کار میبره، نمیدونم کی به شروع کرده، میگه ما ایرانی ها از هایمر تاریخی داریم، یعنی هیچ چی یادمون نمیمونه. و فکر کنم اون سه مطلبی رو که شما اشاره کردین، دوتاش از مهماناتون و یکیش مال خودتون، من بهش اشاره کردم. بسیار عالی. آقای خوشنودی نوشتن که ایرادی که میگیرن در تئوری نیست، در چگونگی عمل به سرنگونی و ایجاد شورای رهبری و مراحلی که آقای لادن ذکر میکنن. من متوجه نمیشم، شما متوجه میشید ایشون چی میگه؟ وقتی شما شروع کردین من صداتون رو نشنیدم. من دوباره میخونم. نوشتن ایرادی که میگیرن در تئوری نیست، در چگونگی عمل به سرنگونی و ایجاد شورای رهبری و مراحلی که آقای لادن ذکر میکنن. من فکر کنم حالا شاید ایشون واژه مناسبی رو به کار نمیرن، میگن ایرادی که میگیرن. من فکر کنم ایشون میگه که در گفتار و سخن این مسئله خیلی آسان‌تره، در عمل که مسلماً همینطوره. و بعد به این که ما همون آقای اکبری اشاره کردن راجع به بت‌سازی، یکی از مشکلات فرهنگی ما اینه که ماها منافع شخصیمون دین و ایمانمونه، منافع جمعی و منافع ملی واقعا زیاد معنی و مفهومی نداره. و اینو طی حداقل 200 سال گذشته در میهنمون صدها و هزارها بار پیش اومده برای اشخاص مختلف که میتونیم در موردش گفتگو کنیم. منظورم چی از این؟ منظورم اینه که وقتی شما میخوای یه برنامه رو برای یک جامعه و برای یک کشور انجام بدی، دنبال منافع خودت نباید باشی. یعنی دنبال این که به قدرت برسی، به ثروت برسی، مثل این آقای اون سه تا برادری که در ایران تمام مسائل دستشونه، الان اسمشون تو ذهنم نیست. لاریجانی. خب ببینین خیلی جالبه که یکی از این سه نفر گفته بود در هیچ جای دنیا مثل ایران دموکراسی نیست. راست میگه، برای این سه تا برادر و خانوادهشون این حقیقته، همه چی در دستشون، یعنی منافع شخصی بر همه چی ارجحه. خب تا زمانی که ما در اون چارچوب فکر میکنیم و حرکت میکنیم از خود گذشتگی نداریم. من خودم توی همین جامعه ایرانی در آمریکا اشخاصی رو میشناسم که به خاطر مطرح بودن همه دوستان و اطرافیانشون رو به لجن میکشن. خب با یه چنین افرادی چیکار ما میخواییم بکنیم؟ میخواییم بریم کی رو نجات بدیم وقتی خودمون تو لجنزار داریم دست پا میزنیم؟ بله، ایشون این کامنتی که میدن درسته، در سخن تا در عمل خیلی آسان تره، ولی باید در بین ماها کسانی باشن که دنبال منافع شخصیشون نیستن و حاضرن همه چی رو به قول غلام حسین صدیقی وزیر کشور مصدق توی دادگاه گفتش که من همه چیم، وجودم و هستیم برای ایرانه. توی دادگاه نظامی بعد از کودتای 28 مرداد تابلوی که توی دادگاه نظامی بود نوشته بود خدا شاه میهن و این آقای صدیقی به این ایراد گیره. خیلی جالبه که یه انسان کوچکی مثل ایشون از نظر جسمی داره در مقابل تمام این تیمسارا و سرهنگا توی دادگاه میگه من این چیه شما زدین اون بالا؟ چگونه امکان داره که شاه یعنی یک شخص بر میهن برتر باشه؟ خیلی ممنون. تقریبا همون چیزی که منم گفتم که این چیزایی که میگیم همه خوبه ولی عملی ممکنه نباشه، ولی یادمون باشه تمام چیزهایی هم که عملی شده یه زمانی از صحبت و از فکر شروع شده. اجازه بدید من اینجا تشکر کنم از آقای اکبری. ایشون نوشته که اتفاقا آقای سوربی منفیگرا نیست، ایشان جدی و بی‌تعارف و بیرو درواسی است. ای کاش همه این چنین بودن، حتی خود من. ولی ممنون از لطف ایشون، بذارید من یه توضیح بدم. به نظرم میاد یه چیزی رو من اشتباه گفتم. من گفتم
حقیقت گفتن، من باید بگم نظر خودم رو گفتن، چون ممکن نظر من به نظرم میاد که حقیقته ولی واقعیت نباشه. و اتفاقا من از این آقای فاطمی و دوستان دیگه همین سوال رو میکنم، میگم که شماها چرا نمیان نظرات خودتون رو بگید که مردم به اصطلاح گزینه های بیشتری داشته باشن یا چویس های مختلفی بیشتری داشته باشن، بگن آقای لادن اینو گفت، آقای فاطمی اینو گفت، آقای خوشنودی اینو گفت، آقای اکبری اینو گفت، سربی هم تحت قاری اینو گفت، و تصمیم بگیرن کدومش درسته. چرا مردم شرکت نمی کنن در به اصطلاح نظر دادن؟ این هنوز ما داریم به اصطلاح جریمه داشتن همون دیکتاتورها رو میدیم که از ابراز اظهار نظرم خود سانسوری میکنیم. براو، اتفاقا باز دوباره انگشت نگشتین روی مسئله بسیار بسیار مهم و بزرگ توی همون کاستی ها و کمبوت های فرهنگی. ما ظاهرسازی میکنیم مسائل رو، اینجا به انگلیسی میگن شوگر کودت، که روش رو میخواییم با تزیین و شیرینی بپوشونیم، حقایقو نمیگیم و این یک فاجعه است. که خب اگه شما حقیقت رو نگی، اینم که ما توی یک زبان زد یک زبان مثلی داریم میگیم حقیقت الخص، این همینه دیگه. یعنی شما وقتی یک واقعیت رو بیان میکنی، خب خیلی بر میخوره و این برای همینه که ما در حد اشدش تعارف میکنیم و این تعارفاتش خیلی واقعیت ها رو سرپوش میذاره. و من نمیدونم تا چه حدی یک جامعه رو سالم و حقیقی نگه میداره. بله خیلی ممنون. این شوگر کود کردن رو ماسمالی که نمیشه بگیم، نه، یه چیز زشتی رو زیبا نشون دادن میشه، نه؟ همینه دیگه. بله. ما بیشتر مسائل رو ماسمالی میکنیم. بله بسیار ممنونم از شما، امیدوارم این صحبتی که شما کردین واقعا دوستان در موردش فکر کنن و شروع کنیم نظرمون رو با تعارفات کمتر و خیلی خالصانه تر بگیم تا دیگرانم همین کار رو انجام بدن. هم از شما ممنونم، هم از دوستانی که شرکت کردن، حتی بعد از برنامه نظراتشون نوشتن. من واقعا وقتی اینها نظر میدن براشون می نویسم. ممنونم که وقت گذاشتید برنامه رو تماشا کردید، بیشتر ممنونم که وقت گذاشتید نظرتون رو نوشتید تا به ما فرصت بدید تا به اصطلاح باز هم در این موارد صحبت کنیم. باز هم از شما ممنونم، امیدوارم برنامه‌تون عوض بشه، هفته بعدم با شما باشیم. اجازه بدید قبل از اینکه شما برید، آقای خوشنودی مجددا نوشتن من قبول دارم صحبت‌های آقای لادن رو، و خود ما هم همیشه میگیم که راه رسیدن به دموکراسی این راهی است که آقای لادن ذکر می‌کنه، منتها هر جا مطرح می‌کنیم مخصوصا شاه الله‌ها میگن چطور می‌خوای چنین کاری رو عملی کنی، چه آلترناتیوی دارید که بتونه بهتر از رضا پهلوی باشه یا بتونه اتحاد ایجاد کنه، یعنی سریع ترین راه حل بدید برای اجراش، نه اینکه باید چنین و چنان باشد. اینم آقای خوشنودی از کانادا. یه پاسخ کوتاه برای ایشون دارم. اینه که تفاوت اندیشه من با ایشون اینه که ایشون میگن چه آلترناتیوی برای رضا پهلوی داری. من اصلا دنبال شخص نیستم. من پیشنهادم، من و کسانی که همباور من هستن، پیشنهادمون اینه که ما باید گرد یک ایده، گرد یک باور، گرد یک برنامه متحد بشیم، نه پشت یک شخصیت و یک بت. برای اینکه باز میشه، من مجبورم اینجا یه مثال بزنم از محمد مصدق. ایشون ببینید چه پیشبینی کرد 25 سال پیش از سرنگونی رژیم محمد رضا شاه. گفت هرگاه ناخدا یکی شد، وقتی ناخدا مریض شد کشتی به تلاطم میفته، و وقتی ناخدا مرد کشتی به قعر دریا سقوط میکنه. خب ببینین، ما وقتی یه نفر رو میذاریم جلو و میریم پشتش سینه میزنیم، ناخدا یکی میشه. با
بعد در ضمن آقای عزت الله همایون فر که یکی از بزرگان همون سیستم محمد رضا شاه بود، پس از انقلاب اومد بیرون از ایران و مدت‌ها مطالعه کرد، یک کتابی نوشت و در اون کتابش نوشت اشکال سیستم شاه در ایران این بود که مانند یک چلچراغ زیبا ولی به یک سیم بست. زمانی که شما سیم را قطع می‌کنی، چلچراغ می‌خوره زمین، متلاشی میشه و همه چی نابود میشه. ایراد من به این نوع اندیشه اینه که ما به جای اینکه پشت یک شخص و یک بت و یک قهرمان سینه بزنیم، بریم دنبال باور، ایده و برنامه. بسیار ممنونم. این ماجرا چلچراغ گفتید، من یادم افتاد که یه جایی تو شیراز چلچراغ رو بس کرده بودن به سیم برق، نه سیم بکسلی، نه زنجیری، چیزی. چلچراغ خیلی سنگینی هم بود و این بنده خدا اینقدر کش آمد و بعد پایین تا افتاد و همه شکست و پخ شد. و شما این حرفی که زدید من یه دفعه خندم گرفت. ممنونم از شما آقا، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید. خیلی ممنون با ما بودید. مرسی.